بسم الله الرحمن الرحیم ما در درس 17 هم قرار داریم در درس شانزدهم هم مراجع به سوره فاتحه به صورت ترتیل آیت باید چیزهایی را بیان کردیم در ارتباط مخارج حروف و سکون و رای مفخم و مدود که ما در چی رقم در نظر بگیریم و مد لازمه در آخر سوره فاتحه حتما و حتما باید در نظر بگیریم حال من یک بار سوری فاتحه را میخوانم و باز راجع به سوری فاتحه بعضی شه بیان میکنم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة فاتحة بنام سورة أم القرآن سورة رقية وسورة الشفاء و بعض نامای دیگه هم داره که بعدا باز بالایش بحث میکنیم مینامن و ام القرآن یعنی مادر قرآن و سوره رقیه یعنی سوره است که ما میتونیم خود تداوی شرعی کنیم بعضی برای بعضی شاید امی کلمه رقیه نو باشه رقیه شرعی یک طریقه تداوی است توسط دعا کردن توسط آیات قرآن و خواستن دعا از الله متعال با خواندن افبار بار سوره فاتحه ای طوری است که وقتی که ما جایی که در بدن ما درد داره یا مریض هستیم دست خدا بالا از او میمانیم و سه بار میگیم بسم الله بسم الله بسم الله و بعدا هفت بار سوره فاتحه را به ترتیل می خوانیم آیستا آیستا می خوانیم به ترتیل می خوانیم یاد گرفتیم و بعد از او دعا میکنیم به با بارگاه الله متعال از بارگاه الله متعال ما صحت برای خود می خواهیم و تور دعا می کنیم که در بین ما و در بین الله متعال کدام چیز واقعی نشه یعنی رابطه ما رابطه دعا کننده با الله متعال باید مستقیم باشه در بین ایچ چیز را باید قرار ندیم که این توسل لاجواز میشه لاجواز یعنی که حرام که بسیار مردم ایره در نظر نمی گیرن و توسل تنها و تنها به الله متعال میشه و توسل به مخلوقات حرام است از این خاطر مری یادآوری کردم که وقتی که ما دعا می کنیم در دعای خود ما نباید مخلوقات در بین قرار بتیم که در دعای خود بگیم که یا الله برای, برای این ازی ای آدم یا برای این ازی ای یا برای ازو یا برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یا برای جبرائیل یا برای فلانی امام فلانی امام این اینیا کلش ای توسل حرام میگن این این توسل حرام است این ای, ای باید ما نکنیم و آسان طریق دعا اینمی است که ما ما اه اه سوره فاتحه را بخوانیم بعد از او درود ابراهیمی اللهم صلی الله را بخوانیم بعد از او دعا کنیم و دعای خود در دعای خود مستقیما از الله متعال بخوایم و به تکرار بخوایم اینمی طریق صحیح دعا است و طریق بیسیک یا ابتدایی رقی شریعی را برای شما گفتم که توسط افت بار خواندن سوره فاتحه صورت میگیره دیگه انشالله ما یک کلپ خود رو امینجا میخوایم که ختم کنم پیش از یک, چیز دیگه یادم آمد که ما قبلا هم گفته بودم که سوره فاتحه سوره نماز است بدون خواندن سوره فاتحه نماز نمیشه که متوجه باشین که در نمازتان حتما و حتما سوره فاتحه را به ترتیل بخوانین درست بخوانین که اشتباه در سوره فاتحه سبب باطل شدن نماز میگرده دیگه انشالله ما و شما درسای خود تا به اینجا رساندیم بعد از این کوشش میکنیم که موازی به صفات حروف اه، 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 سوره های کوچک از آخر قرآن ما آیستا آیستا شروع کنیم تلاواتها وامشنن تجويد اايستاركس ده شروع کنیم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>